برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. آستان مقدس عباسی دوره آمادگی را برای کارکنان جدید جهت افزایش توانمندی‌های آنها در زمینه‌ها و تخصص‌های مختلف برگزار کرد. رسول محمد علی از واحد روابط و هماهنگی داخلی وابسته به بخش روابط عمومی گفت دهمین دوره که بخش حفظ نظم در آستان مقدس عباسی برگزار کرد به مدت 5 روز با هدف آماده سازی کارکنان جدید و تبیین نقش آستان مقدس عباسی و استراتژی آن و پاسخگویی به سوالات آنها برگزار شد. و گفت این دوره شامل جلساتی در زمینه امور اداری، مالی و دینی و روابط عمومی بود. این دوره همچنین شامل جلساتی درباره اخلاق شغلی، درایت و انعطاف پذیری، سبک‌های شخصیتی و تعامل با همکاران و همچنین اصول و ارزش‌های اخلاقی و نحوه طبقه بندی این ارزش‌ها و منابع آن بود. سازمان ملل متحد خواهان کمک 1.2 میلیارد دلاری برای رسیدگی به 2.7 میلیون فلسطینی در غزه و کرانه غربی رود اردن شده است. اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد گفته که تمامی ساکنان غزه و 500 هزار تن در کرانه غربی به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. این اداره گفته که در 12 اکتبر خواهان کمک نزدیک به 300 میلیون برای رسیدگی به 1.3 میلیون تن شده بود، اما اکنون وضعیت تغییر کرده و نیاز به کمک‌های خیلی بیشتر افزایش یافته است. پس از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل که با پاسخ ارتش اسرائیل مواجه شد و تاکنون نیز ادامه دارد، وضعیت بشری در غزه بسیار وخیم گزارش شده است. مؤسسه فرهنگ نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا طرح توزیع مواد غذایی خود را ادامه می‌دهد. این پروژه نیکوکاری و بشر دوستانه با هدف رساندن سبدهای ویژه غذایی به صدها یتیم و خانواده نیازمند صورت پذیرفته و در قالب موارد با همکاری شهرداران و مسئولان شهر مقدس کربلا انجام می‌شود.